در آن روز به خصوص شاه هم کمی زودتر می آید و هم وقتی از اتومبیل پیاده می شود یک سره به دفترش می رود بدون اینکه در بیرون توقف بکند، در حالی که طبق گفته لقمان ادهم اگر این دقیقه ها کمی فرق داشت، آن شخص که گویا به او دستور داده بودند در ساعت معینی این حمله را انجام بدهد، می توانست شاه را یا در جلوی در یا در داخل سرسرا از پا در بیاورد. به هر حال من به وسیله لقمان ادهم به عرض اعلی حضرت رساندم که شاید بهتر باشد در جلسه دیگری شرف یاب بشوم، ولی ایشان گفتند که هیچ اتفاقی نیفتاده و باید همان روز برنامه مطابق معمول انجام بشود و من هم نزد ایشان رفتم. البته اظهار تأسف از این واقعه کردم، ولی ایشان را روی هم رفته خیلی خونسرد و محکم دیدم، ولی من برایم خیلی سخت بود که گزارشم را تمام بکنم، اما ایشان اصرار داشتند که باید برنامه ها انجام بشود. در این ضمنی که من گزارش را می دادم، یک مرتبه در باز شد و اولیا حضرت پدیدار شدند و اعلی حضرت هم به طرف در رفتند. من هم به دنبالشان بیرون رفتم و اولیا حضرت خیلی براشفته بودند و ایراد گرفتند که این چه امنیتی است که در کاخ وجود دارد که یک نفر می تواند به این سادگی تیراندازی بکند و اینها. خیلی ناراحت بودند. شاه هم کمی به او گوش کرد، دو مرتبه برگشتند به دفترشان، به من هم اشاره کردند پشت سرشان بروم. من رفتم و چند دقیقه باز گزارشم را ادامه دادم، ولی در این ضمن در ناگهان باز شد و اولیا حضرت با چشم اشکبار که تا آن موقع خودداری کرده بود خودش را در آغوش شاه انداخت. من هم ترجیح دادم که اتاق را ترک بکنم و بعد هم تدریجاً بعضی از افراد خاندان سلطنتی سر و کلهشان پیدا شد. خاطرم می آید والا حضرت غلامرضا آمده بود، شاید هم چند نفر دیگر. و یک نکته جالب هم این بود که شاه هم خونسرد بود و هم مثل این که هیچ نوع توقع زیادی هم از این دستگاه امنیتی خودش و گارد شاهنشاهی خودش نداشت. خاطرم هست که وقتی اولیا حضرت آمدند و من هم به همراه شاه به سرسرا رفتیم، سرشان را تکان دادند و چندین بار گفتند که بله این هم گارد جاویدان، گارد جاویدان. به عبارت دیگر متوجه بودند که با این واژه‌ها نمی شود تصور کرد که اینها هم سربازان داریوش یا کوروش هستند. این یکی از جنبه‌های جالب اعلی حضرت است که همانطور که به شما گفتم هم در جریان 15 خرداد خیلی خونسرد بودند، همان روزی که من ایشان را دیدم از این خطر در رفته بودند، کاملا بر اعصاب خودشان مسلط بودند و بعد هم همان روز یک آمیرال فرانسوی میبایست به حضورشان شرفیاب بشود و همان شب من این آمیرال را در یک مهمانی دیدم و او اظهار تعجب عجیبی می کرد که هیچ وقت تصور نمی کرده که برای کسی که چنین اتفاقی می افتد با این حالت از اشخاص پذیرایی بکند و به من می گفت که شاه آنچنان تمرکز در مذاکراتش داشت و آنچنان سوالهای دقیقی می کرد که معلوم بود که موضوع سوء قصد را در هنگام ملاقات به کنار گذاشته و فراموش کرده. ولی خب همین مرد از طرف دیگر شاید دارای شهامت اخلاقی برای روبرو شدن با توده مردم یا با شورش و بلوا نبود و این دو جنبه مختلف شخصیت شاه را نشان می داد. پس از خروج از کاخ مرمر دوباره من به نخست وزیری برگشتم
ولی پیش از ورود به کاخ با پاکروان روبرو شدم و او به من توصیه کرد که درباره این سوء قصد با هیچ کس و از جمله با وزیران دولت گفتگویی نکنم. من هم این توصیه را قبول کردم، چون فرض می کردم که به یک دلیل خاصی خود شاه یا نخست وزیر این تصمیم را گرفتند. و این بود که دو مرتبه به همان جلسه قضایی تجدید قانون مالیات بر درآمد بازگشتم، بدون اینکه گفتگویی در این باره بکنم. و در بعد از ظهر آن روز که جلسه هیئت وزیران داشتیم، هویدا به وزرا گفت که یک چنین شایعه‌ای امروز بوده که به شاه سوء قصد شده و این حرف مطلقاً بی ربط است و اصلاً همچنین چیزی اتفاق نیفتاده. و بقیه هم خوب قبول کردند و حتی خاطرم هست که جمشید آموزگار بعدها برای من تعریف کرد که آن شب به مهمانی رفته بوده و عده‌ای دقیق جریانات کاخ مرمر را تعریف کرده بودند و او با قدرت منطقی بسیار خوبی که دارد سعی کرده بود همه آنها را قانع بکند که این حرف بی ربط و بی پایه است و او به عنوان وزیر دولت دقیق می داند که همچنین چیزی اتفاق نیفتاده. خب، فردای آن روز ناچار شدند حرف را برگردانند و واقعیت را بگویند و این اثر روانی بسیار بدی در وزرا کرده بود که بعضی از آنها مانند آموزگار حتی کارشان به مشاجره هم با دیگران رسیده بود و این بی‌اعتنایی به کسانی که مقامات حساس و مسئول در مملکت دارند را نشان می‌داد و هیچ کس در آن سیستم از چنین رفتاری ناراحت نمی‌شد یا تعجب نمی‌کرد و اگر هم برای این وزرا چنین پیشامدهایی ناگوار بود، پس از مدتی خواه ناخواه عادت می‌کردند. سوال: هیچ معلوم شد که این تصمیم با ابتکار کی بوده یا در چه مقامی گرفته شده بوده که بخواهند پنهان کنند؟ خود هویدا وقتی به هیئت دولت گفته بود این داستان را، خودش می دانست که واقعیت ندارد یا او هم مطلع نبود؟ جواب: نه، خودش متوجه شده بود که واقعیت چیست، چون به او راستش را گفته بودند. ولی در ضمن به هر دلیلی به او هم توصیه شده بود که راستش را نگوید و به هر حال این موضوع را به این صورت یک اطلاع اول دادن و بعد ناچار شدن راستش را بگویند. اما این نوع چیزا تعجب آور نبود و اتفاق می افتاد. در این زمان من دیگر در کار وزارت اقتصاد سخت درگیر بودم و نتیجه‌هایی هم از کار خودم گرفته بودم. تغییرات اساسی هم که می‌خواستم بدهم بیشترش انجام شده بود. چند تا را برای نمونه اینجا می‌بایست ذکر بکنم. یکی این که در شرکت معادن و ذوب فلزات همگام با انتصاب نیازمند به عنوان معاون فنی وزارت اقتصاد تغییراتی دادیم و شخص جدیدی به نام مهندس زن مدیرعامل شرکت معادن و ذوب فلزات شد و در عرض چند سالی که با هم همکار بودیم این مرد توانست آن شرکت را هم از حالت کسادی و ورشکستگی بیرون بیاورد و تبدیل به شرکت سودده و بسیار فعالی بکند و برنامه‌های خیلی خوبی را برای توسعه معادن به خصوص در مرکز ایران انجام داد و همچنین برنامه‌هایی را برای تربیت حرفه‌ای کارگران معدن در دست اجرا داشتیم که متأسفانه پس از رفتن من از وزارت اقتصاد دنبال نشد. همچنین فراموش کردم یادآور بشوم که 5-6 ماه پس از اینکه به وزارت اقتصاد آمدم
با مشورت با نخست وزیر و کسب اجازه از اعلی حضرت ترتیبی دادم که به علی وکیلی رئیس اتاق بازرگانی تهران توصیه بشود که از کار خودش کنار برود و دلیل آن را هم این آوردیم که اعلی حضرت مایل هستند که ایشان خودشان را خیلی خسته نکنند. به خاطر اینکه مریض بود و واقعا هم حال خوشی نداشت. آنچنان که در حدود یک سال پس از این جریان هم فوت کرد. ولی از نظر من اینها بهانه بود. دلیل اصلی من این بود که تا مقداری اتاق بازرگانی تهران را جوان بکنیم. نباید این نکته را ناگفته بگذاریم که متاسفانه ترتیب انتخاب اتاق بازرگانی تهران به صورت کاملا آزادی انجام نمیپذیرفت. و اگر هم میخواستند برای هر کسی که کارت بازرگانی دارد و حق رأی دارد این امکان را بدهند که نماینده انتخاب بکنند، شاید هیچ کدام از این کسانی که در اتاق بازرگانی بودند به نمایندگی انتخاب نمی شدند. چرا که بیشتر اینها کسبه خردپا و یا تیپهای بازاری بودند و بنابراین نو کسانی که مورد نظر آنها بودند با کسانی که صنایع تازه و نو را ایجاد کرده بودند تفاوت داشتند. و اگر ما در یک مملکت دموکراتیک زندگی می کردیم شاید اصلا صحیح‌تر بود که آنها هم برای خودشان یک چنین اتاق بازرگانی را درست می کردند و صاحبان صنایع هم در جای دیگری جمع می شدند. یا حتی بازرگانان مدرن که دستگاه‌های بزرگ داشتند آنها هم به عنوان یک اتحادیه جداگانه‌ای دور هم گرد می آمدند. ولی در ایران به این صورت نبود و همه اینها در آن مرحله به نام اتاق بازرگانی شناخته می شدند و ما هم باید با توجه به شرایط روز کار می کردیم. چون از ترتیب انتخابات قلابی هم خیلی من بدم می آمد، تنها ترتیبی که فکر کردم این بود که توصیه بکنم اگر مایل هستند کارت بازرگانی خودشان را در اختیار یک نفر بگذارند و از او خواهش بکنند که از طرف یک گروهی برود رأی بدهد و اقلن حس بکنند که در انتخابات در صندوق تقلب نکردند. یعنی یک کمی جنبه شرعی بیشتری به آن داده بودیم. ولی در واقع این اتاق نماینده کسانی که کارت بازرگانی داشتند نبود. به همراه آن البته اتاق صنایع و معادن هم درست شده بود و اولین رئیسش شریف امامی بود و او هم همان همقطارهای سابق خودش را طاهر ضیایی و رضا رزمارا را به آنجا برده بود و آنها هم سعی می کردند از امکاناتی که ممکن است برایشان در آنجا پیدا بشود استفاده‌ای بکنند و لفت و لیسی به هم برسانند. سوال: من یک سری سوال راجع به اتاق بازرگانی داشتم و شاید بهترین موقعش همین جا باشد که روشن بشود. اصولا قرار بود نقش این اتاق چه باشد؟ چه قرار بود باشد و چه در عمل بود؟ جواب: این اتاق سابقه تاریخیش به این صورت بود که در زمان رضا شاه که سعی کردند هر نوع نهادی را در اروپا شنیدند وجود دارد در ایران هم ایجاد بکنند، بنابراین به فکر تشکیل اتاق بازرگانی هم افتادند و اتاق بازرگانی در آن زمان باز هم اگرچه میبایست انتخاب بشود از میان بازرگانان که تعریفش این بود کسی که دارای کارت بازرگانی باشد، ولی در آن زمان هم در عمل اعضایش را دستچین می کردن. و در زمان جنگ که اتاق بازرگانی نقش خیلی بزرگی نداشت و باز هم کسانی که در بازار نفوذ زیاد داشتند می توانستند تحمیل بکنند و مقداری کارت در اختیار خودشان قرار بدهند و هر کسی را که می خواهند انتخاب بکنند،
بعد هم دو مرتبه انتخابات به این صورت درآمد که میان خودشان آن اشخاص متنفس که با مقامات بالا تماس داشتند اینها را تقسیم بکنند، در واقع صندلی های اتاق بازرگانی را. البته شاه نظر خاصی درباره اتاق بازرگانی و اعضایش نداشت، فقط نظر درباره رئیس اتاق بازرگانی میداد. باقی را هم محول می کرد به این که فقط اشخاصی باشند که از نقطه نظر سیاسی گرفتاری ایجاد نکنند. به عبارت دیگر، اگر ما می‌خواستیم آزاد بگذاریم، بدیهی است که خیلی از آنها بازاریایی که طرفدار روحانیون مخالف دولت هم بودند، ممکن بود به اتاق بیایند و این به هیچ وجه برای رژیم قابل قبول نبود. از این گذشته رژیم حرفی نداشت که نمایندگان یک صنفی به صورتی دور هم جمع بشوند و محلی باشد برای اینکه آنها حرفای خودشان را بزنند و احیانا دولت هم اگر بعضی مواقع به دلایل سیاسی نیازهایی دارد بتواند از آنها استفاده بکند. روی هم رفته میتوانم بگویم که برای دولت حتی یک نوع انتخابات آزاد بین فرض کنید کارفرمایان صنعتی مانع اساسی نمی داشت، ولی خب ترجیح می دادند که همه چیز کاملا در اختیار خودشان باشد. سوال: کنترل این کار دست کی بود؟ دست وزارت اقتصاد بود یا دست سازمان امنیت بود یا دست کدام؟ جواب: نه، در مورد اتاقهای بازرگانی کاملا در اختیار وزارت اقتصاد بود. در مورد اتاق صنایع با توجه به شخصیت و سابقه شریف امامی من مداخله‌ای نمی کردم و او را در واقع به عنوان حیطه اختیار او قبول کرده بودم، ولی او هم البته ملاحظه می کرد، چون می دانست که اگر کسانی انتخاب بشوند که احیانا مورد سلیقه ما نباشند، از میزان همکاری که بین ما ممکن است با اتاق داشته باشیم کاسته خواهد شد. بنابراین ملاحظه می کرد، ولی چیزی در این باره، هیچ نوع قراری در این باره وجود نداشت. من هم کار خیلی زیادی با آنها نداشتم، چون به جای تماس با اتاق با یکایک صاحبان صنایع تماس داشتم و اصولا هم از همان ماهای اول شروع به بازدید کارخانه ها چه در تهران چه در شهرستان ها کردم و پس از مدتی با همه آنها آشنا بودم. یک کار اساسی که در این زمینه ما کردیم و آن خیلی برای ما مؤثر بود این است که از بهمن، بله از همان بهمن 1343 که منصور فوت شد و دولت هویدا سر کار آمد، ما شروع کردیم دست زدیم به تشکیل کنفرانس اتاقهای بازرگانی ایران که اولینش هم در همان زمستان 1343 در خرمشهر آبادان شروع به کار کرد، که برای من فرصتی بود که باز هم دوست عزیزم خسرو هدایت را ببینم و آن چند روز شبها نزد او باشم و روزها به کنفرانس بروم. و آن کنفرانس اثر خیلی عمیقی داشت، چون از یک طرف بازرگانهای شهرستانها و به خصوص شهرستانهای کوچک و دور افتاده با همکاران پیشرفته تر خودشان آشنا می شدن و این تبادل فکری خیلی در تغییر فکر آنها و برداشتشان راجع به مسائل مؤثر بود. و بعد هم در عرض این چند روز من بیشتر وقت خودم را با بازرگانان و صاحبان صنایع شهرستانها می گذاشتم و در نتیجه این امکان برایم وجود داشت که بتوانم در این چند روز واقعا با تمام نماینده های بخش خصوصی کشور گفتگو داشته باشم و نه فقط به حرفهای آنها گوش بدهم، بلکه به آنها توجیه بکنم که به چه دلیل ما کارهای مختلفی را انجام می دهیم. البته
همکاران وزارت اقتصاد من هم همراه هم بودند و از آنها خواسته بودم که هر کدام با گروه‌های کوچکتری یک چنین تماسی را بگیرند. و پس از چند بار که این کنفرانس تشکیل شد، خوب احساس می کردم که تفاهم خیلی بیشتری بین ما و طبقه صاحب صنعت و بازرگان سراسر کشور پیدا شده و حس دوستی و تفاهم و علاقه دو جانبه میان ما وجود دارد. بنابراین حتی این اتاقهای بازرگانی با همان صورتی هم که تشکیل می شدند چیزهای بسیار مفیدی بودند و این کنفرانس ها خیلی برای ما نتیجه خوبی داشتند و محمد خسروشاهی هم در این زمینه خیلی خوب کار می کرد و بار اول همون طوری که گفتم این کنفرانس را در جنوب تشکیل دادیم. پس از آن کنفرانس های دیگری در اصفهان، شیراز، تبریز تشکیل شد. بعد از آن خاطرم نمی آید. تصور می کنم که کنفرانس بازرگانی مشهد پس از آن بود که مقارن با موقعی بود که من از وزارت اقتصاد استعفا داده بودم و هوشنگ انصاری جانشین من شده بود. سوال: اینها هیچ نوع قدرتی نداشتند؟ این اتاق بازرگانی در مورد مقررات اثری می توانست در اقتصاد مملکت بگذارند؟ در عمل چه اثری داشتند؟ جواب: اثرشان در مورد مقررات به این صورت بود که اتاقهای بازرگانی از اعضای خودشان می خواستند نظراتی را که در مورد سهمیه دارند به آنها منعکس بکنند و آنها هم تجزیه و تحلیل زیادی نمی کردند که توجیهی بکنند. اینها را به همین صورت در واقع می فرستادند به وزارت اقتصاد. بنابراین ما در آنجا ناچار بودیم خودمان از نو نگاه بکنیم که کدام اینها مواردی است که میبایست مورد توجه قرار بگیرد، چون در میان آنها بعضی وقتها یک درخواستهای خیلی منطقی و صحیح هم بود ولی واقعا هیچ نوع مشارکت مثبتی در کار آنها نمیدیدیم. بیشتر حالت صندوق پستی داشتند که واسطه ای میان اعضای خودشان باشند و وزارت اقتصاد. قرار شد آقای وکیلی برود و محمد خسروشاهی جانشین او شد و عرض کردم کارش را هم بسیار آبرومندانه و خوب انجام داد تا آن مدتی که من در وزارت اقتصاد بودم و بعد هم البته با عبدالله انتظام دوستی دیرینه و خیلی نزدیک داشت و به همین دلیل با هویدا هم آشنایی زیادی داشت. در ضمن پس از آمدن او ما توانستیم یک گروهی از جوانترها و کسانی که فکر نو داشتند آنها را هم به طرف اتاق بازرگانی تهران بیاوریم، چون علی وکیلی که مرد بسیار خوبی بود ولی تعلق به دوران دیگری داشت تحمل اشخاص خیلی با شخصیت و قوی را نمی توانست بکند. یک نکته دیگر این است که در تابستان 1343 من به مسکو رفتم و این به دنبال تفاهم و قراردادی بود که در تهران بسته بودیم و بر آن پایه توانستم در عرض چند روز اقامتم در مسکو با وزیر بازرگانی آن کشور نیکولای پاتولیچوف درباره یک قرارداد چند ساله پایاپای میان ایران و اتحادیه جماهیر شوروی به نتیجه برسیم و حجم معامله بین دو کشور را بالا ببریم و برای اولین بار یک مقدار کالاهای ساخت ایران را در این قرارداد به عنوان کالاهای صادراتی خودمان ذکر بکنیم و این مقدمه‌ای شد برای فعالیت‌هایمان با کشورهای بلوک شرق. من خیلی اعتقاد داشتم که ما میباید در آن بازار کشورهای سوسیالیستی برای گسترش صادرات صنعتی خودمان استفاده بکنیم و وقتی نحوه صادرات به آن بازارها را که نسبتاً آسان‌تر بود یاد گرفتیم، آن وقت به سوی بازارهای کشورهای غربی روانه بشویم
و به همین دلیل یکی پس از دیگری با کشورهای شرقی قراردادهای بازرگانی تازه تری منعقد کردیم و با همه اینها هم یک کمیسیون مختلف تشکیل دادیم که یک بار در ایران تشکیل می شد و یک بار در این کشور. به این ترتیب حجم معاملات ما با رومانی، مجارستان، چکسلواکی و لهستان و همچنین اتحادیه جماهیر شوروی و بلغارستان توسعه خیلی زیادی پیدا کرد. بعدش هم البته قراردادهای ذوب آهن و گاز با شوروی بسته شد که سر موقع اشاره خواهم کرد. نکته دیگر این که در همان تابستان 1344 که هویدا به سر کار آمده بود، من ترتیبی دادم که هیئت دولت و خود من سفری به آن نقاط بکنیم. خاطرم نیست که در سال 44 بود یا در سال 45، ولی به هر حال تابستان پیش از آن من با یگانه و یکی از مهندسان وزارت اقتصاد به آذربایجان رفته بودم و مطالعاتی درباره وضع منطقه کردیم. بله، در 1343 بود، یعنی در دولت منصور که من این مسافرت را به آذربایجان شرقی و غربی کردم و یک امکاناتی را پیدا کردیم و به دنبال آن یک گروه مهندس و اقتصاددان فرستادیم که طرح‌های دقیق‌تری را برای ما تهیه بکنند و گزارش جامعی دستمان بیاید و بر این اساس برای اولین بار وزارت اقتصاد توانست یک نشریه منتشر بکند به نام امکانات سرمایه گذاری صنعتی در آذربایجان شرقی و غربی. و چون منطقه را هم خوب با آن آشنا شده بودم، به هویدا پیشنهاد کردم که همه هیئت وزیران سفری به آذربایجان بکنند و او هم از من درخواست کرد که مسیر مسافرت هیئت وزیران را تعیین بکنم که این کار را من کردم و او هم تصویب کرد. به این ترتیب در تابستان 1344 هیئت وزیران با ترن رهسپار آذربایجان شدند. و خوب خاطرم هست که وقتی به مراغه رسیدیم، طبق روشی که تا آن زمان معمول بود که اهالی محل نق بزنند و هی اظهار ناراحتی از این بکنند که کاری برایشان انجام نشده، شهردار واژگون بخت مراغه هم شروع به سخنرانی در برابر نخست وزیر کرد و گفت که ما در این شهر چه می‌خواهیم؟ و تنها چیزی را که شاید ذکر نکرد مثلا یک کارخانه برق اتمی بود و هویدا که دیگر به کار خودش مسلط شده بود و آن آدم سرگشته روزهای اول نبود، خیلی با استحکام پاسخ این شهردار را داد و اظهار تأسف کرد که به جای اینکه درباره پیشرفت شهرش و کارهایی که او به عنوان شهردار کرده فقط یاد گرفته که نق بزند. البته شاید چنین لغتی را به کار نبرد، ولی هر لغتی به کار برد از این هم ملایمتر نبود و گفت به اینجا نیامده که یک عده برایش فهرستی از خوابهایی که دیدن تهیه بکنند. آمده ببیند که مردان کار در این منطقه چه کسانی هستند و تا کنون به چه نتیجه و موفقیت‌هایی رسیدند و برای آینده به چه پشتیبانی های احتیاج دارند که موفقیت های بیشتری به دست بیاورند. و به این ترتیب تو دهنی خیلی محکمی به این شهردار که واقعا هم کار بی ربطی کرد زد. و در خود شهر که رفتیم دیدیم مقدار زیادی کار در آنجا انجام شده. به عنوان نمونه اعضای کمیته فرهنگی منطقه را به ما معرفی